سلام، اگر که اهل دیدن فیلم های خسته کننده هستید از اینجا به بعد این برنامه رو ببینید. قرار راجع به فیلمی صحبت بکنیم که کارگردان پیرش پیر آدمو در میاره تا این فیلم تموم بشه. بلوط پیر من اولین فیلمی بود که از کن لوچ میدیدم و خوشم نیومد حقیقتا، ولی نکاتی توی فیلم هست که برای علاقه‌مندان به سینما ارزشمنده و میتونم به خاطر اون این فیلم رو ببینن، اما باور کنید که حوصله‌تون ته فیلم سر میره. این دوستانی که اینجا هستن و من نمیدونم حالا میخوام به فیلم امتیاز بدن یا ازش بزنن، 40 سالشونه، 40 رد کردن دیگه، در آستانه پیرمردی هستن، ریشارم سفید کردن، اینا خوششون میاد احتمالا. اصلا اینجوری نیست، خجالت بکش. چرا در مورد من همچه فکر میکنی؟ من هر دیگه اول دوونی چلچلی تو یعنی اون آیم دانیل بلیک رو ندیدی؟ من متاسفانه فیلم های کندیچ رو ندیدم، با اینکه فراستی خیلی ازشون تعریف کرده. من باید متاسفم. چرا اینقدر اسم فراستی رو میاری متاسفانه؟ خب نه، فراستی واقعا فیلم هایی که منم خوشم بیاد اونم خوشش بیاد معمولا ترکیب جذابی میشه. I'm surprised for the other stuff that come out within the pub. This has become a dumping ground, lads. We've been in this village all our lives, and we're supposed to share it with that lot. We don't even know them. Thank you for your kindness when we arrived. I really appreciate it. My name is Yara, by the way. What's yours? Tommy Joe Ballantyne. Do you mind me asking? Are you all right? When I was a little girl, I wanted to be a photographer and travel the world. شما اگه میخوای فوش بدی آخر فوش ها رو بده که فرصتی برای دفاع باقی نداری. رضا برو. عرضم به خدمتت که فیلم بلوط پیر، چون حالا من خیلی هم از سینمای مثلا کن لوچ خوشم نمیاد، ولی خب یه فیلمساز دغدغه‌مند با حالا دغدغه‌های چپ و بیشتر مثلا با طبقه های فرودست و مشکلاتشون و یه بیشتر یه نقد اجتماعی تو فیلماش ما میبینیم که این میتونه جذاب باشه، یعنی میتونه این ژانر برای هر کسی یه آورده‌ای داشته باشه و مجابش کنه برای دیدن. خب من بین فیلمای کن لوچ مثلا تو همین 7-8 سال اخیر مثلا آیم دانیل بلیک خیلی دوست داشتم و فکر میکنم که یه ذره عمیق‌تر شد از فیلم‌های دیگه‌اش، به خاطر اینکه خیلی شخصیت محور میرفت در مورد یه پیرمردی صحبت میکرد که تبدیل شده بود توی این سیستم دولتی و توی این شکل سیستماتیک بوروکراسی اداری. آره. این جمله رو در موردش شنیده بودم. تبدیل شده بود به یه کدی که اگه اون کد رو نداشت انگار هیچ هویتی نداشت و اصلا وجود نداشت انگار، و توی این فضا آدمایی رو پیدا میکرد که نه به خاطر انسان بودنش بهش توجه میکردن، نه به خاطر اینکه حالا این آدم چه سابقه ای داشته، اصلا الان کد مثلا رفاه اجتماعی داره، تامین اجتماعی داره یا نداره، و از طریقش میتونن چه منافعی رو کسب کنن. این فیلم بلوط پیر یه ذره از مرزهای مثلا یه کشور و از فضای ملیت زده ای که مثلا توی کارهای کن لوچ ما میبینیم یه ذره فاصله گرفته و یه فیلم بین المللی تریه به نظر من. چرا؟ چون بحث مهاجرین سوری که توی این سالها دیگه همه جای اروپا رفتن و ساکن شدن و بحث مهاجر ستیزی که توی این کشورها الان داغه، اون شکل نجات پرستانه که خیلی ها توی این کشور اروپایی توی سالهای اخیر ما ازشون اخبار شنیدیم و اینا رو توی این فیلم میبینیم، و فکر میکنم که کن لوچ انگار، حالا تعبیر من اینه که چون همه میگن که انگار فیلم آخرشه، حالا نمیدونیم انشالله که عمرش دراز باشه بازم فیلم بسازه، ولی انگار یه جور خداحافظی با سینماست، چون خودش هم گفته و بقیه هم تاییدش کردن. من فکر میکنم یه ذره از اون مواضع چپ خودش فاصله گرفته، یه ذره اومده از بالا داره به قضیه نگاه میکنه، اصلا وضعیت بشر در دنیای امروز رو انگار فارغ از همه اون مواضع و جناح بندی های سیاسی اقتصادی داره نگاه میکنه و یه جور
انگار مثلا فرمولی که بهش میگه، میگه تهش ما آدما باید خودمون هوای همدیگر رو داشته باشیم و اونم حالا تعبیر من اینه که اونم تنها چیزی که برای انسان توی این وضعیت بشری وجود داره اونم محبته. یعنی فقط ما میتونیم با محبت و با عشق میتونیم انسان بمونیم، فارغ از ملیت، فارغ از نژاد، فارغ از وضعیتی که درگیرشیم و فارغ از بحرانهایی که ما رو به اینجا رسونده، فقط ما میتونیم با محبت و انسانیت رو در خودمون زنده نگه داریم. این چیزی بود که من از این فیلم برداشت کردم، علی‌رغم اینکه واقعا منم از دیدن این فیلم یه جایی خسته شدم. فیلم یه روند کلاسیکی نداره که مثلا من بتونم هی قدم به قدم دنبالش کنم. خیلی میاد تو توصیف شخصیت‌ها، میره تو توصیف مکان، میاد یه تاریخچه‌ای برای اون کافه بلوط پیر میسازه، برای آدماش یه تاریخچه‌ای میسازه. یه نکته دیگه هم هست که اول حسن، خب من اول تقدیر و تشکر میکنم که تا اینجا قصه رو لو ندادیم. آفرین، این واقعا داریم تمرین میکنیم قصه ها رو لو ندیم. دوم هم این که پس با یه بله و خیر بخوای به من جواب بدی، فیلم جذابی هست یا نیست؟ جذابیتاش به نظر من بیشتر از بیرون فیلمه تا خود فیلم. یعنی این که تقابل مهاجرین سوری با انگلیسی های نژاد پرست و افرادی که این وسط وایستادن، به نظر من اینا یه آورده هاییه که به نظر من هر کی این فیلم رو ببینه نمیتونه بگه مثلا از اینش خوشم نیومد. تصور من اینه، حتی مخاطب ایرانی رو میگم. حسن جان من حالا بفوش. آره نه خیلی هم من با فیلم مسئله ندارم، اتفاقا من خودم رو بیشتر چپ میدونم و بنابراین خیلی فیلم رو درک میکنم. یعنی مخصوصا که رضا گفت که این فیلم از اون دعواها اومده بیرون و من فکر میکنم اتفاقا اینجوری نیست. یعنی ما با یه فیلم آنارشیستی مواجهیم که دولت رو اصلا نمیبینه و حتی به نهاد دین هم نقد خیلی جدی داره، با اینکه خود این شخصیت اصلی داستان برای کمک به مهاجرین از کلیسا استفاده میکنه، اما همونجا هم فاصله میذاره بین خودش و نهاد دین و اون نقدش رو سر جاش میذاره. بنابراین فیلم آنارشیستیه و قشنگ معلومه که ما هر کاری میخوایم بکنیم کاری به دولت نداریم، اتفاقا ما این که به دولت داریم کمک میکنیم. یعنی مهاجرانی اومدن و دولت انگار وجود نداره و ما داریم نقش خالی و جای خالی دولت رو پر میکنیم. اون مسئله‌ای که من با فیلم‌های کنلوش دارم بیشتر اینه که توقع ما از سینما اصلش سرگرمیه و خب کنلوش اصولاً به سینما همچین نگاهی نداره دیگه. اون ابزار می‌بینه و می‌خواد از این ابزار استفاده کنه که حرفای خودش رو بزنه. اگه اینو ازش بپذیریم این فیلم خوبیه، ولی میگم همچنان این نقد سر جاشه که تو وظیفت این بود که منو سرگرم کنی ولی خب تعهدی نداشتی که این کار رو انجام بدی. اگه بخوایم با این نگاه ادامه بدیم، طبیعتاً ما با یه فیلم جهان وطنی مواجهیم که هیچ تعهدی به نمیدونم هیچ نقطه خاصی از جهان نداره. خود فیلم فارغ از اینکه تعهدی به بریتانیا و انگلستان نداره، فیلم جهان وطنیه، آدم‌هایی از سوریه جمع کرده آورده. خود شخصیت اصلی داستان بیشتر از اینکه به همین آدمایی که یه عمری باهاشون زندگی کرده و در حقیقت دارن خرج زندگیشو بهش میدن، به جای اینکه به اینا تعهد داشته باشه به آدمایی تعهد داره که تازه وارد زندگی شدن و احساس میکنه که باید یه جوری بهشون کمک کنه، بهشون محبت کنه. البته همینجا بگم و این حرفت خیلی حرف دقیق در مورد فیلم نیست، چون فیلم در انتها نشون میده که از ابتدا ببین شخصیت اون کافه دار از ابتدا طرفدار اون خانواده سوری و اصلا کلا اون سیستم
کمک به حالا فرودستان و اون سیستم خیریه‌ای که دارن و پیشینه‌ای که از اون شهر و آدم‌ها میده، میگه اینا آدم‌های زحمتکشی بودن و در انتها بالاخره همه مردم به یه شکلی به این خصلت اون منطقه برمیگردن، یعنی همه از لحاظ اخلاقی خودشون رو متحد میدونن وقتی اون خانواده در اون وضعیت روحی روانی غمگین قرار میگیرن در کنار اینها باشن و این دیگه نمیتونیم بگیم که آقا تو مردم خودت رو نادیده گرفتی و این سوژه ها رو پیدا کردی داری به اونها مثلا اون قرض میدی. نه من مخالفم با این، چون که ما چند جا جلوه هایی از این انتخاب رو دیدیم، یعنی همین آدمی که حاضر نبود اون سالن پشتیه رو در اختیار همین دوستا و رفقاش قرار بده، خیلی واضح وقتی بحث از مسائل مرتبط با اون سوری ها شد رفت اونجا رو تمیز کرد و در اختیارشون قرار داد و این مورد اعتراض اون مشتری هاش هم قرار گرفت دیگه. یا سر اون ماجرای دوچرخه که برای اونا برد و این پسر اعتراض کرد و گفت که منم میخوام، خب اونجا هم انتخاب بود دیگه، به ما خیلی واضح و روشن نشون داد که این آدم گویا که انگلیسی بودن براش امتیاز منفیه. چرا؟ چون احساس میکنه اونها دچار یه وضعیت اسفناکتری هستن و باید اونها رو در اولویت قرار بده. میخوام بگم این تو کل فیلم دیده میشه که ترجیح داره براش جهان وطنی. اما انتهای فیلم خیلی روشن با اون پرچمی که انگار پذیرفتن، این پرچم اون منطقه رو با اون مهاجرین سوری با هم شریک شدن، یعنی اینکه انگار یه همبستگی به وجود میاد و همه میپذیرن که حالا این افراد قراره دیگه اینجا ساکن اینجا باشن و تو دنیای ما اقامت کنن. بله بله، یکی از ایده های چپ همین تبعیض مثبت دیگه، که این آدم وقتی میبینه که اون سوری ها در وضعیت بغرنجی قرار دارن براشون تبعیض مثبت قائله و حتی بیشتر از آدمایی که از قبل میشناخته بهشون توجه میکنه و کم کم که یه خورده وضعیت میگذره و اون پذیرشه ایجاد میشه، خود طبیعتاً اون تصویری که ما آخر فیلم میبینیم حاکی از یه نوع تساوی و برابری همه با همه دیگه، که این نقش موفقیت همین شخصیت اصلی رو میرسونه. ولی اون تبعیض مثبته همچنان سر جاش هست، که یعنی من باش همدرم البته با رفتار. Imagine if all the families mix and start to eat together. If you eat together, you stick together. God, what? God, what? God. The village, the old oak. You need this. It's like a bloody refugee camp. Watch your mouth, Paul. It's not charity. This is solidarity. This is about we do something together. It takes strength to build something new. It takes strength to build something beautiful. این فضای آنارشیستی رو فاصله از ایده های چپ نمیدونی؟ اینو میاری تو خود فضای سوسیالیستی که ما از کندروش توقع داریم؟ آره، آنارشیسم جزئی از چپه، یعنی آنارشیست ها معتقدن که دولت مزاحمه و ما خودمون میتونیم به کارامون برسیم، اون خدماتی که دولت بهمون میده رو خودمون میتونیم انجام بدیم، هیچ نیازی هم به دولت نداریم، دولت نباشه هم جامعه کار خودشون میکنه و این در ادامه چپه. یه دلیل بگو که برن این فیلم رو ببینن، اینجوری که ما داریم ازش صحبت میکنیم به نظرم نرم ببینن. دلیلی که من فکر میکنم این فیلم رو حتما باید دید اینه که ما در وضعیتی هستیم که فکر میکنیم اگه دولت نباشه، اگه نمیدونم سازمان‌های خدماتی، سازمان‌های اجتماعی، کمک رسان اینا نباشن، جامعه از هم میپاشه، هیچی به درد نمیخوره از این حرفا. و این فیلم حالا یه خورده چیز هست، نچسب هست فضایی که میسازه، ولی به هر حال این موفقیت رو داره که به ما نشون بده در یه جامعه ای که مطلقاً هیچ پلیسی شما نمیبینی، هیچ نهاد رسمی وجود نداره، چطور مردم میتونن مسائلشون رو با هم حل کنن، مسائل بغرنجشون رو. ببین این سعی نمیکنه مسائل رو سازه سازی کنه که بتونه یه جوری راه حل ارائه بده، نه، ما تو این فیلم خشونت میبینیم، اتهام زنی میبینیم، درگیری های خیلی عجیب بین مهاجران و بومیان میبینیم و این فیلم تونست نشون بده که ما مردم بدون نیاز به
قدرت قاهره میتونیم مسائلمون رو دور هم حل کنیم. حداقل برای اینکه ببینیم چطور ممکنه یه همچین جامعه ای داشته باشیم، به نظرم این فیلم ارزش دیدن داره. من فکر میکنم همین ویژگی رو اگه خودمون بستش بدیم، مثلا واجد یه معنایی برای خود ما هم از ممان مخاطب ایرانی، یعنی با دست بردارید دیگه از اعتماد به دولت و از اینکه همه تو همه چی دولت بخواد دخالت کنه، دستتون رو بذارید رو زانوی خودتون پاشید. همین که صرف نظر از اعتماد، توقع بله، توقع درست داره. حالا من اگه بخوام به سوال شما جواب بدم، من سوال نپرسیدم، دوست دارید دیدین جواب بدی. حالا من فکر می‌کنم یه ویژگی این فیلم همنشینی دنیاهای کاملا متضاد و دور از هم، یعنی شاید دیگه فانتزی ترین تصور در مورد این سینمای کنلوچ این بود که یه عده مهاجر سوری پاشن بیان توی یه روستایی تو انگلستان و اینکه اونجا مثلا یه مجلس ختمی بگیرن که همه اهالی روستا هم بیان شرکت کنن و کاملا همدلانه ازش شمس و کبرت پخش بشه. و این به نظر من یکی از جذابیت‌های این فیلمه. حالا تو کل فیلم ما می‌بینیم که مثلا خانومایی هستن که با حجاب اسلامی توی یه روستای انگلیسی میرن میان و مثلا عربی صحبت می‌کنن، مثلا فرهنگشون رو میارن، یعنی مثلا غذاهاشون رو با بقیه شیر می‌کنن. این همنشینی به نظر من یکی از جذابیت‌های این فیلمه، یعنی به نظر من مخاطب ایرانی میتونه جذب کنه. میتونی با یه کارگردان داخلی کنلوچ رو مقایسه بکنی؟ من اگه بخوام مقایسه کنم با میرکریمی فقط میتونم مقایسه کنم یا محمد کارت. من تا یه اندازه‌ای، حالا من واقعیتش اینه که نمیدونم این چیزی که ما داریم مثلا از کنلوچ میگیم چقدر با اون فضای ذهنیش نزدیک، چون من خیلی راجعش نخوندم، ولی شاید مثلا کیانوش عیاری یه ذره به فضای سینمای کنلوچ نزدیکه و ما تو خیلی از آثار عیاری اینو میبینیم به عنوان شاخص ترین فیلمسازی که هم به سینما متعهده، همین که یه قدم از اندیشه و فکر خودش پا عقب نمیذاره. فکر میکنم عیاری شباهت زیادی داره. خب اینکه ما نتونستیم داستان رو اسپویل بکنیم تلاشی نبود که از قبل به خاطرش برنامه داشته باشیم و اینا، واقعا فیلم قصه نداره که بخوایم اسپویلش بکنیم. اگر که میخواهید ببینید این حرفی که ما میزنیم درسته یا نه، میتونید برید این فیلم خسته کننده رو ببینید. به نظر من اگر بخوام دلیلی بگم برای تماشا این فیلم اینه که اگر فکر میکنید فقط ایرانی‌ها بلدن راجع به بدبختی‌هاشون فیلم بسازن، با دیدن این فیلم متوجه میشید که انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها میتونن بهترش هم بسازن.